خب اومدم اینجا یه نکته بهتون بگم. ببینین الان من دو تا قطعه رو برای کمربند، برای تسمه، یعنی تسمه یکی به هم زدم که میزون نیستن، یعنی بغل هاشو نگاه کنین فاصله دارن، میبینین بغل هاش اصلا صاف نیست و برش خوبی نخورده. این رو من با قیچی برس زدم، یعنی این یه تیکه بالا رو جدا با قیچی برس زدم، تیکه پایینشم رو هم همینجور. برای اینجور مواقعی که لبه یه کارتون میزون نیست چی کار کنیم؟ یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم. شما اول بیاین با خط انداز خط اندازتون رو رو 1 میل یا 2 میل تنظیم کنین، رو 1 میل یا 2 میل تنظیم کنین. و حالا چون من این تیکه بلند کار هستش، میذارم لبه یه کار و خط رو میندازم. این خطی که دارین میندازین باید برای همه قسمت ها یکی باشه. من این خط رو بندازم. مثلا آخر کار رو میبینیم، آخر کار بسیار بد شده و با استفاده از همین این رو من صاف میکنم با استفاده از همین تکنیک. ببینین این خط رو من انداختم بین کار، میبینین مشخصه. خب خط انداز رو حالا بذاریم سر جاش. سر کاترتون رو حتما بشکنین، هر چی تیزتر باشه خطی که دارین برش میزنین قشنگتره. من حالا این سرش رو برس زده بودم، یعنی از قبل برس زدم و تیز هستش. لبه خطکشتون رو میذارین دقیقا اونجایی که خط انداز مشخص کرده. خط انداز خب خط ظریفی رو انداخته و شما باید اون رو در نظر بگیرین و در تا آخر اون رو قشنگ برش بزنین. حالا من اینجا جام کوچیکه، وگرنه جام کوچیکه و این قسمت تصممون هم بزرگه. در آخر ببینین یه خط کاملا صاف رو بهمون داده که من دوخت کردم این قسمت ها رو و این مدبر و اینایی که حالا لازم بوده، چیزایی که لازم بوده رو بهش بست کردم. ببینین یه خط کاملا صاف رو بهتون میده که رنگ لبه هم حتما بزنیم، رنگ لبه هم همه این قسمت ها میخوره و یه خط کاملا صاف و راست بهتون میده. این خط، این یکی از کاربردهایی که حالا شما میتونین از خط انداز استفاده کنین این روش هستش. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین و قسمت‌های قبل رو هم ببینین. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.